دوم تسالونیکیان فصل دوم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او از شما خواهش میکنم، نگذارید سخنان کسانی که به استناد رساله و گفته های ما یا با موعظه و پیشگویی خود ادعا میکنند که روز خداوند رسیده است شما را مشوش و پریشان سازد. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوان شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد، مگر اینکه اول شورش بزرگ بزد خدا روی دهد و مظهر شرارت، یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود، ظهور کند. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه پرستش می شود مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در خانه خدا می نشیند و دعای خدایی می کند. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ خود شما می دانید که چی چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانی آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای حکم شدگان به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود، چون آنها دوستی به حقیقت را که می تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می کند که آنچه دروغ است باور کنند و در نتیجه سر همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاوردند و از گناه لذت بردند حکم داده خواهد شد. اما ای برادران محبوب در خداوند، ما وظیفه داریم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک و مقدس گرداند و از رای ایمان به حقیقت نجات یابید و شما را به وسیله مژده که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک باشید. پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهن یا تحریرن از ما آموختید محکم نگه دارید. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امید نیکوی به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچرا که نیکوست بگویید و به عمل آورید.